تظاهرات میلیونی مردم عراق در روز جمعه با شعارهای سرنگونی حکومت مالکی و محکومیت مداخلات رژیم آخوندی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما قال الشيخ أحمد من هنا سيحرر العراق، من هنا ستكسر شوكة إيران عاجلا أو آجلا. أيها الإخوة، كونوا مطمئنين، لن نكون لقمة سائغة بفم إيران. العباد إذا قامت بتحسين، أقول يا حكام، يا سكان المنطقة الخضراء، بل يا من جعلتموها غبراء، تعالوا إلى هنا واجلسوا مع هؤلاء الرجال حتى تتعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تظاهرات میلیونی و نماز جمعه این هفته مردم عراق با شعارهای سرنگونی حکومت مالکی و محکومیت دخالتهای رژیم آخوندی در شش استان به پا خواسته برگزار شد. این تظاهرات که در محکومیت انفجارهای مرگبار و مداخلات تروریستی دیکتاتوری آخوندی با عنوان جنایت‌های کمربندی بغداد پاکسازی مذهبی برگزار گردید، علاوه بر بغداد در استان‌های انبار، در شهرهای رمادی و فلوجه، در استان دیالی، در استان صلاح الدین، در شهر سامرا، در استان نینوا، در شهر موسل و در کرکوک برگزار شد. سخنرانان این هفته بر روی جنایت‌های دولت مالکی که با پشتیبانی رژیم ایران علیه اهل تسنن در مناطق کمربندی بغداد و استانهای سنی نشین صورت می‌گیرد متمرکز بودند و خطیب فلوجه بشارت آزاد کردن عراق از یوغ و اشغال رژیم ایران را داد. خطیب سامرا همگان را به قیام علیه دولت دعوت کرد. خطیب رمادی متحسنی را به پایداری دعوت کرد. نیروهای امنیتی شیخ منیر العبیدی نایب رئیس شورای علمای عراق را دستگیر کردند که با اعتراضات وسیعی روبرو شد. تلویزیون‌های التغییر، بغداد، الرافدین، الفلوجه، المدار، الغربیه و سامرا نماز وحدت جمعه را به مدت یک ساعت به صورت مستقیم پخش کردند. اليوم الحكومه تسمي من يطالب بحقه. خطیب فلوجه در تظاهرات عظیم مردم گفت از این جنبش و پایداری در میدانهای تحصن است که عراق آزاد خواهد شد و سلطه رژیم ایران دیر یا زود شکسته خواهد شد. ما اعلام میکنیم لقمه چرب و نرمی در دهان رژیم ایران نخواهیم بود. ای مالکی، قاعدتا باید به این ملت که صدها هزار نفر آنان دست به تظاهرات زدند، به جای اینکه خون آنان را بریزی یا فتنه انگیزی کنی یا حرمت خدا را زیر پا بگذاری، افتخار کنی. اما این دولت همچنان در تلاش برای مخروش کردن تصویر این جنبش سرفراز است، در حالی که تلاش می‌کند چهره خودش و چهره شبه نظامیان جنایتکارش را سفید کند. من هو الطائفی یا حکومت الكذب والدجل، من هو الطائفی، لقد قتلتمونا يا حكومة بطائفيتكم المقيتة. خطیب سامرا گفت تنها راه حل قیام بزرگ عراق است و همه باید بپاخیزید. خطیب سامرا افزود همه شما را به قیام بزرگ عراق فرا می‌خوانیم. با ما بیایید، با ما بیایید و قیام کنید و بپاخیزید. همه شما قبول دارید که دولت مالکی ظالم است. همه شما میگویید که عراق این گونه نخواهد ماند. پس خارج شوید
و به خیابان‌ها بریزید و همه زنان و مردان را برای ریختن به خیابان‌ها دعوت کنید. خطیب سامرا افزود صبح روز سه‌شنبه آینده در میدان حق در سامرا همه را به کنفرانسی در حمایت از مردم کمربندی بغداد دعوت می‌کند. جنبش مردمی اعلام می‌کند که در صدد تشکیل جبهه‌ای برای اهل تسنن در عراق است. جبهه‌ای واحد از همه جریان‌ها. این جبهه به رهبری جنبش تشکیل خواهد شد. همچنین در کنفرانس سه‌شنبه نمایندگان شش استان دفاع‌خواسته و سخنگویانش و کسانی که این جنبش را نمایندگی می‌کنند را مشخص می‌کند. في جمعة جرائم حزام بغداد تطهير طائفي عدة رسائل. شیخ عمر حسین خطیب رمادی گفت به همه هموطنانمان در کمربندی بغداد میگوییم پایداری کنید، شب بی تردید از بین خواهد رفت. بغداد و حزامها صبرا ان بعد الليل فجرا صبرا ان بعد العزل يسرا. امام و خطیب جمعه کرکوک از عراقیان خواست که به نیروهای شر که برای عراق خیری نمیخواهند و برای نابودی آن تلاش میکنند فرصتی ندهند. شیخ هادی العذابی در خطبه‌اش در نماز وحدت جمعه گفت جنایت‌های کمربندی بغداد یک جنایت جمعی است. موجه رساله الى الاولى هي الى رئيس الوزراء نور المالكي. همچنین هماهنگ کننده تظاهرات زیغار اعلام کرد به رغم همه محدودیت هایی که حکومت مالکی برای ادامه تظاهرات ایجاد می کند ولی مردم زیغار به تظاهراتشان و اعتراضشان علیه مالکی همچنان ادامه خواهند داد. احمد الموسوی هماهنگ کننده تظاهرات استان زیغار به رغم دستگیریش توسط نیروهای امنیتی مالکی گفت ما تا به آخر ادامه خواهیم داد. احمد الموسوی خطاب به مالکی گفت مالکی باید در برابر این وضعیت وخیم امنیتی پاسخگو باشد و از متهم کردن دیگران دوری کند. به گزارش تلویزیون شرقیه متحصنین میدان شهدای فلوجه خواستار محاکمه عاملان کشتار فلوجه و الهویجه و دیالی و نینوا شدند و ارگانهای امنیتی مالکی را مسئول اقدامات تروریستی که در تمامی عراق صورت میگیرد دانستند. متحصنین نسبت دادن هر گونه فرقه‌گرایی به میدان تحصن را رد کردند. إلى العدالة نؤكد استمرار اعتصامنا السلمي الحضاري حتى نيل كامل حقوقنا المشروعة. به گزارش تلویزیون بغداد در اعتراض به دستگیری دکتر منیر العبیدی عضو شورای علمای عراق توسط نیروهای مالکی اهالی کوی جامعه بغداد اعلام تحصن نامحدود در مسجد جامعه برهان الدین کردند و گفتند تا آزادی دکتر منیر العبیدی این تحصن ادامه خواهد داشت. همچنین مجمع فقهی علمای ارشد عراق فراخوان به آزادی شیخ منیر العبیدی عضو این مجمع را داد.